یکی بود یکی نبود. یه درخت بزرگ سیب بود و یه پسر کوچیک که هر روز میرفت پیشش و در کنارش بازی میکرد. اون از درخت بالا میرفت، سیباشو میخورد و زیر سایهش چرت میزد. اون درختو خیلی دوست داشت و درختم از اینکه پسر باش بازی میکرد لذت میبرد. سالها گذشت و پسر بزرگ شد، به طوری که دیگه هر روز با درخت بازی نمیکرد. یه روز با ناراحتی رفت پیش درخت. درخت بهش گفت بیا با من بازی کن. پسر جواب داد من دیگه بچه نیستم و بیش از این با درخت بازی نمی کنم. من اسباب بازی می خوام، بنابراین به پول نیاز دارم تا اسباب بازی بخرم. درخت گفت ببخشید من پولی ندارم که به تو بدم، ولی تو می تونی سیبای منو بچینی و بفروشی و در این صورت می تونی پول به دست بیاری و اسباب بازی خودتو بخری. پسرک هیجان زده شد و تمام سیبای درخت رو چید و با خوشحالی درخت رو ترک کرد و تا مدت ها پیش درخت برنگشت. درخت غمگین شد. سالها گذشت و یه روز وقتی که پسر دیگه خیلی بزرگ شده بود دوباره پیش درخت برگشت. درخت هیجان زده شد و گفت بیا با من بازی کن. پسر گفت من زمانی برای بازی کردن ندارم. من باید سخت برای خانواده‌ام کار کنم. ما به یه سقف برای زندگی کردن نیاز داریم. تو میتونی کمکمون کنی؟ درخت گفت من خونه ای ندارم که به تو بدم، ولی تو میتونی شاخهای منو ببری و با اون برای خودت خونه ای بسازی. بنابراین پسر تمام شاخهای درخت رو برید و با خوشحالی درخت رو ترک کرد. درخت از این که مرد رو راضی دید خوشنود شد، اما اون تا مدت ها پیش درخت برنگشت و درخت دوباره غمگین و تنها شد. یه روز گرم تابستونی مرد دوباره پیش درخت برگشت. درخت هیجان زده شد و گفت بیا با من بازی کن. مرد گفت من دیگه برای بازی کردن با تو خیلی پیر شدم. من به دنبال قایقی هستم تا با اون به دریا برم و کمی آروم بشم. تو میتونی قایقی به من بدی؟ درخت گفت با تنه من برای خودت قایقی بساز. در این صورت میتونی دور بشی و به اون چه که میخوای برسی. مرد پیر قایقی با تنه درخت ساخت و به قایق سواری رفت و تا مدت ها برنگشت. بعد از سالها دوباره پیش درخت برگشت. درخت گفت ببخشید پسرم، ولی من دیگه هیچ چیزی ندارم که به تو بدم. هیچ سیبی ندارم که بچینی. مرد پیر گفت اشکالی نداره. من دیگه دندونی برای خوردن سیب ندارم. درخت گفت دیگه تنه ای ندارم که از اون بالا بری. مرد گفت من دیگه برای بالا رفتن از درخت خیلی پیر شدم. درخت با گریه گفت ولی من واقعا هیچ چیز دیگه ای برای تو ندارم. فقط میتونم ریشه‌های مردم رو به تو ببخشم. پیرمرد گفت من هیچ چیز دیگه ای از تو نمیخوام جز مکانی که کمی در اون استراحت کنم. در طول تمام این سالها خیلی خسته شدم. درخت گفت خوبه. ریشه‌های درخت پیر بهترین مکان برای دراز کشیدن و استراحت کردنه. بیا کنارم بشین و استراحت کن. مرد رفت و در کنار درخت نشست. درخت از این هم نشینی با خوشحالی اشک ریخت. آیا اون پسر بیرحم یا خودخواه بود؟ نه، همه ما شبیه اون هستیم و با والدینمون چنین رفتاری رو داریم. درخت هم والدین ماست. تا وقتی کوچیکیم دوست داریم باهاشون بازی کنیم، تنهاشون میذاریم و زمانی به طرفشون برمیگردیم که بهشون نیازمندیم و یا گرفتاریم. برای والدینمون وقت نمیذاریم. به این مهم توجه نمیکنیم که پدر و مادر همه چیز بهمون میدن تا ما رو شاد کنن و مشکلاتمون رو حل کنن. و تنها چیزی که در عوض از ما میخوان اینه که تنهاشون نذاریم. به والدینمون عشق بورزیم. فراموششون نکنیم، همراهیشون کنیم. براشون زمان اختصاص بدیم.
شادی اونا شما رو شاد دیدنه. گرامی بداریمشون و ترکشون نکنیم. هر کسی میتونه هر زمان و به هر تعدادی که میخواد فرزند داشته باشه، ولی پدر و مادر رو فقط میشه یک بار داشت.